وظایفی که به گردن ما دارد امام ادا حقنا، ادای حق ما، ولا ینقصنا کسی که بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالقدم والبقاء المتوحد بالعظمة والكبرياء الفاعل بما يريد والحاكم لما يشاء موكل البلاء للأنبياء ثم بالأولياء ثم بالأمثل فالأمثل في درجات المحبة والولاء رافع درجات السعداء والشهداء ومعوضهم عن الحياة القليلة الدانية والنعمة الفانية حياة دائمة ونعيما باقيا بلا فناء والصلاة والسلام على سيد أهل الابتلاء وأشرف سكان الأرض والسماء الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين جلت مناقبهم عن العدد وعلت مراتبهم من أن يقاس بها أحد سيما الإمام الحق المبين الكهف الحسين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفدا وعجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين قال الله عز وعلا في مبرم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أشعار منسوبة بابن عرندس حلي الشاعر ولم يقرأ في مجلس إلا وحضره الإمام المنتظر از این مئه رائیه او مشهور است بین علما در مجلسی خونده نمی شود مگر اون وجود باهر النور تشریف می آورد آقا این حسینیه حسینیه جد شما فلیس لأخذ الثار الا خلیفته تكون لكسر الدين من عدله جبر این خون یه خون خواهی داره مردو برا شکست شدن دین از عدالت اون سلطان یه جبر و جبرانی استحف به الاملاک من كل جانب همه املاک عالم
دار او میچرخم جبن الاسد و یقدمه الاقبال و العز و النصر عزت و نصرت اقبال به پیشواز او میرود یوسف زهرا عوامله فی الدارعین شوارع کارگزاران حکومت او زره پوشای حکومت او همه خیابون و بیابون و اشیای عالمن عوامله فی الدارعین شوارع و حاجبه عیسی و ناظره الخضر نگهبان و دربان او عیسی پیغمبر ناظر او خضر پیغمبر آقا تظله حقا عمامت جدهی امام جدش بالا سر مبارک او اذا ما ملوک الصید ظلها الجبر زمانی که سلاطین عالم اون صید و پرندهی که روی شونه شونه جبروریت و مقام اونها محیقون على علم النبوة سطره سینه مبارکه احاط بعلم جد بزرگوارش داره فتوبا لعلم ضمه ذالک الصدر خوشا به حال اون علم لدنی که تو سینه مبارک شما هو ابن الامام العسکری او پسر امام عسکری محمد التقی القاهر العلم الحبر او فرزند امام عسکری او فرزند امام هادی و نجل محمد الجواد او نجل امام جواد و من فی ارض توس له قبر او فرزند امام رضاست علی الرضا و هو ابن موسى الذی قضا ففاح علی بغداد من نشره عطره او فرزند امام رضا او فرزند موسى الکاذب همون که عطر او شهر بغداد و عالم رو گرفت جانم به فدا و صادق وعد انه نجل صادق او صادق وعده وعده قیام و فرج او حقه او نجل امام صادق امام بهی فی العلم یفتخر الفخر امامی که در علم همه مفاخر عالم به او افتخار میکنن امام صادق و بهجت مولانا الامام محمد او سرور قلب امام باقر امام بهی لعلم الانبیاء له بقر
حاضری بگم این چند بیت رو. سلالت و زین العابدین الذی بکا، اون سلاله امام سجاد، همون امامی، فمن دمعه یبسل اعاشی مخضر یبن الحسن. آقا امامی که 30 سال گریه کرد از اشک او اعاشی مخضر. سلالت حسین الفاطمی، او سلاله سید الشهدا و حیدر الوسی، فمن قهر نما ذالک الطهر، از طهر نما ذالک الطهر. له الحسن المسموم عمو، عموی بزرگوارش امام مجتبی. له الحسن المسموم عمو، فحب ضایار امام الذي عم الورى جوده الغمر، سمي رسول الله وارث علمه. على آبائه نزل الذكر، تجيل در فرجش صلوات بفرست. بالاختصار عرض کنم، دلها اینجا باشد. لما بلد صاحب قوقاس سخن، وظایف ما چیه؟ امام معصوم چیه؟ زمانی که به دنیا آمد، حضرت خر الى الارض ساجدن به رکبتین، به زمین آمد، با پاهای مبارک به سجده رفت، رافعن به سبابته نحو السما، انگشت به سمت آسمان بلند کرد، مکتوب على ذراعه الایمن، به دست مبارک و شانه ایمن او نوشته شده بود جا الحق. هر فقره از اینها سخنی دارد بزرگان، هر فقره از این روایاتی که داریم عرض می کنیم یک تفقه و درایتی دارد. فقط اشاره ای می خوام کنم بماند تفصیلش. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. فرمود اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، به مجردی که فلقت القمر به زمین قرار گرفت، اون قطب عالم امکان، اون کسی که جمیع عالم صرف و علم به دست اوست الان، چه بگوییم؟ و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم جدی رسول الله، جدم پیغمبر، و ان ابی پدرم امیر المؤمنین، و عد اماما بعد امام حتی بلغ الى نفسه، به وجود خودش رسید. اللهم انجز لی وعدی، به مجرد تولد خدایا اون وعده ای که در باره من فرموده ای انجاز کن، و اتمم لی امری، امر من رو تمام کن، و ثبت وطئتی، اون قدم من رو برای نصرت دینت. دقت کنید این چند جمله احادیث رو، تثبیت کن. بلد صاحب وقتی به دنیا آمد، فحملا، دو ملک او رو بردن به سمت آسمان. امام عسکری قبل وجهه، دست او، صورت او، رجله و یده،
و وضع لسانه فی فی زبان در دهان او گذاش و زقه کما یزق الفرخ، همانطور که جوجه از مادر چیزی میبلعد. و او رو بردن دو ملک، وقف بین یدی رب، استاد امام زمان روحی له الفدا. خداوند فرمود مرحبا بک عبدی، آفرین بر تو، تبریک بر تو ای بنده من، بک به برکت تو اعطی، به سبب تو من عطا میکنم. یک جمله، امروز جمیع اون چه خداوند عنایت میکند، اینا روایات فارسی رو بگم وقت نیست، در سیر نزول به ید الامام است. وکرن لارادت الله، اون چه از این عالم سفل از جمیع مخلوقات بالا می رود در سید سعود به ید الامام است. الامام وکرن لارادت الله، بکه اعطی و بکه اعفو، به برکت تو عفو میکنم. در روایت دیگری فرمود مرحبا بک عبدی لنصرت دینی، تو ناصر دین منی. ها؟ و بکه اعذب، به سبب تو من عذاب میکنم. هر کس معرفت، حالا نتایج این احادیث الان عرض میکنیم وظیفه چیه. بکه اعطی، بکه آخذ، به سبب تو میگیرم، تو سبب قبض و ابطاش من در همه اشیائی. بکه آخذ، بکه اعطی، تو هستی مهدی عبادی، هدایت کننده بنده های من هستی، تو مهدی عباد من هستی. وظایف ما چیه؟ عطام به برکت تویه، بخششم به برکت تویه، عفوم به برکت امام است، همه امور به ید الامام است. اول وظایفی که ما داریم آقایان این است، شیعیان، معرفت الامام فی کل زمان و اوان به شخصه و نعته. تا من نشناسم امام معصوم رو انتظار نمیفهمم چیه، اطاعت و فرمان برداری نمیتونم چیه. باید حضرت رو بشناسم به نعتش در هر زمان، صفت او چیه، سیره او چیه، روش او چیه، کار امام زمان در عصر غیبت چیه. اگر من در این عصر غیبت حضرت رو نشناسم به قدر المعرفه، هر کس اندازه اون معرفتی که عنایت شده، امتثال، انقیاد، پیروی، تأسی، همه ملکات نفسانی اندازه معرفت الامامه. اونی که در اون بغ و سوق بالاست، میداند همه امورش رو حضرت داره میبینه. حضرت فرمود بالاترین وظایفی که به گردن ما دارد امام، ادا حقنا، ادای حق ما، ولا ینقصنا، کسی کم نمیگذاره، ان حقنا ولا ینقصنا احد شیئا ان حقنا، کسی از حقوق ما ائمه کم نمیذاره، الا ینقصه الله فی عاجل دنیا و عاجل آخرته، مگر خدا کم میگذاره برای او در این چند روز دنیا که میگذره و فردای قیامت. من از اون ملکات نفسانی، از اون مقامات قرب، از اون کمالات انسانی محروم می شوم اگر امام معصوم رو نشناسم. من اگر این فلز رو نشناسم، تلاس با پا می زنم میره، اما اونی که گوهرشناس می شناسه این فلز، این یک فلز قیمتی است. امام، کسی از ما کم بگذاره،
از شناخت و معرفت و حقوق ما کم بگذاره، خدا کمش میذاره، هم در این دنیا هم در اون آخرت. معرفت الامام تمام هجران ها، بدبختی ها، گرفتاری ها در اثر بی معرفتی و عدم شناخت امام معصوم از مردم در این اثر. اترون گمان میکنی لیس لنا، برای ما نیست، اعین ناظره، ما چشم ناظر نیستیم. السلام علی عین الله فی عباده. آیا گمان میکنی لیس لنا اسماء سامعه، ما گوش شنوا نیستیم؟ ها، این زمینه فرج که اگر انسان بشناسه اعظم الفرج انتظار فرجه، انسان تهیه و آمادگی پیدا میکنه. زمینه تربیت برای من، افضل العباده، بالاترین عبادت انتظار فرجه. کلمتشهد به دمهی فی سبیل الله، به خون آغشته شده. کمن کان فی فستات المنتظر، تو خیمه امام زمان دست بیعت داده. کمن کان مثل کسیست یجاهد بین یدی رسول الله به سیف، کمن قتل، کمن استشهد، مثل کسی شهید شده. ازا عرفت، زمانی که شناختی، لا یضرک، به تو دیگه چیزی ضرر نمیزنه. تو به ظهور رسیدی، تو ظهور رو هضم کردی، درک کردی ظهور رو. لا یضرک تقدم هذا الامر او تأخر، مقصود این است که این ظهور و این فرج رو من در وجود خودم متبلور کنم، امام عصرم رو ببینم، اون امامی که فرمود این جمله از امام زمانه، انا یحیط علمنا به انبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. یک احاطه داره علم امام، مثل این که من یک پنجزاری، اینا همه حدیثه، یک تومنی، پنج تومنی تو دستم چگونه احاطه دارم؟ امام معصوم احاطه داره به جمیع عالم علم و سلف، به نیات ما امام معصوم احاطه داره. من نیت گناه میکنم، یحیط علمنا به انبائکم، به نیاتکم بعضی از روایات داره، از ما پوشیده نیست کوچکترین عمل از شما. خب کسی اینجور با امام زمانش مرابطه داشته باشه، ها، المقام مع الامام، با امام زمانش تعیش و زندگی کنه، این مرابطه که واجب و اوجب واجباته، نماز و روزه و سایر اعمال عبادی به اندازه معرفت قبول می شود به نسبت به امام معصوم، دیگه گناه می کنه. تو فرد، تو جامعه، تو علم، برو بیرون، در داخل و خارج، المقام مع الامام، همه هست و نیست، همه قبض و ابباشم، تمام واردات و صادرات وجودی خودم مع الامام صلوات الله و سلامه علیه با حجت ابن الحسن المهدی باشه. درست نمیشه این شخص. در رساله دومش حضرت به شیخ مفید فرمود این دو حدیث رو بگم بسه، بس صحبت قوقاست، چه بگوییم؟ همه بدبختی ها و محرومت ها، همه هجران ها، مال ضعف معرفت، قلت معرفت و عدم معرفت است. فرمود شیخ مفید، شیخ مفید حالا که هست، بماند از بین رفت اینها، اون حالات و اون مقام و اون توجهات، اون برکات علم. علم چیه؟ تأدبو به آداب روحانیین. آی بزرگواران، از اولی به دنیا میایم آداب داریم، قبل از این که نطفم انعقاد بشود ادب داریم و آداب، تا 80 سال که تو تابوت میبرن لا اله الا الله بر ما آدابه. به قول ما طلبه ها، از اول طهارت تا حدود و دیات همش آدابه. خدا آداب گذاشته تربیت بشیم. تو مکتب انتظار فرج
تربیت بشیم، تا تربیت نشیم امام زمان نمیاد. اینا همه آدابه. عجب است. تأدبو به آداب روحانیین. چه بگویم؟ اون امامی که فرمود ما مریض میشویم برا مریض شدن شما، اون امامی که فرمود، اون امامی که فرمود ذره ای از حالات شما بر ما پوشیده نیست، اون امامی که فرمود اگر ما شما رو به خودتون وابگذاریم همه مشکلات و مصائب به سمت شما سرازیر میشه، ما از شما بی نیازیم، ما نیاز داریم به اون وجود اقدس. مردم، مردم اون آب حیاته، مردم توجه به امام زمان، توجه به همه خوبی هاست، توجه به همه اون چه که میخوایی هست. بهشت دنیا توجه به حضرت حجت ابن الحسن است. بیوتکم لکم جنه، قبورکم لکم جنه، للجنت خلقتم الالجنت تسیرون. پیش امام صادق طرف میگفت اسال الله الجنه، حضرت فرمود انتم فی الجنه فالله. گفت آقا ما الان بیرونیم. فرمود اما تقرون به امامتنا، آیا اقرار به امامت ما نداریم؟ اقرار به امامت ما بهشت، با اینی که انسان ملزم به لوازمش بشود، ملزم به لوازمش. بگم این حدیثو در اون توقی به شیخ مفید فرمود لو ان اشیاعنا وفقهم الله تعالی لطاعته، اگر شیعیان و پیروان ما که خداوند موفق کند اونها رو به اطاعت ما، علا اجتماع من القلوب بالعهد علیهم، اینا جمع در دل یک دل باشن بر اون عهدی که از اینها گرفته شده. مردمون عهد، عهد معرفت الامامه. مردم طاعت الله، اطاعت و فرمان برداری خدا، معرفت الامام است. اندازه معرفت و شناخت امامی که من بدانم به سلولهای من از من نزدیکتره. یقبل صلات المصلی علی قدر المعرفه. اگر این گونه باشه، اگر اینا جمع بر دل باشن بر اون عهدی که از اینها گرفته شده، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ملاقات ما از اینا تأخیر نمیفته. ولا تعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، مشاهده و رؤیت ما بر اینها تعجیل میشود. علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا، با حق معرفت راست بگن و ما بدانیم اینا تو این شناخ راستگو هستن. و ما یحبسنا انهم، ما رو از اینها محروم نکرده، ما رو از اون فیوزات و اون سعادت ها محروم نکرده، الا یتصل بنا ما نکره. اون وقت امام سجاد فرمود سلام الله علیه، این حدیث رو گوش کنید که چه معارفیه. فرمود ان اهل زمان غیبته، مثل ماها، اونایی که اهل زمان غیبت حجت ابن الحسن العسکری هستن، القائلون به امامته، قائل به امامت امام زمانن، المنتظرون لامره، انتظار فرج او رو دارن میکشن، اینا افضل و اهل کل زمانه. مقام خودتو پیدا کن. اینا بالاترین اهل هر زمانی هم. مقام اینا بالاترین مقام، حتی از زمان رسول الله، حتی از زمان امیر المؤمنین، از زمان جمیع ائمه معصومین، اهل زمان غیبت امام زمان، غیبت کبرای او، افضل و اهل کل زمانه. چرا؟ چرا از همه بالاترن؟ لأن الله تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، چون خدا عقلی بهشون داده
سهمی بهشون داده، معرفتی به اونها داده، به 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 معرفتی به اونها داده، دانشی و اندیشه ای به اونها داده، حتی صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، در غیبت اما میدونه وجود اقدس امام زمانش بر او حاضر و ناظره در همه اشیا. غیبت مثل مشاهده حضرتش رو در همه حقل اجتماعی زندگی فردی میبینه، در عبادت، در کسب و کار، در خانواده، در همه چی امام زمانش رو میبینه. حق الامام فی کل شیء صارت الغیبت عندهم به منزلت المشاهده، غیبت به منزله مشاهده است در نزد اونها. بحب. این بالاترین اهل کل زمانه. بعد حضرت فرمود اینا به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله، اهل زمان غیبت مثل در کنار پیغمبر شمشیر زدن به سیفه. به به، فرصتی باشه اینها رو تفقه و درایت عرض کنم. اینها المخلصون، حقا اون مخلصونی که در خطر عظیمن، اهل زمان غیبت، اینا مخلصین ما هستن. جانم جانم جانم، شیعتنا صدقا، شیعیان صادق ما هستن. الدعات الى دین الله سرن و جهرا، اینا مردم رو به سمت دین خدا میخونن سرن و جهرا. به به، اگر این مقام برای یک منتظر واقعی، برای یک کسی که المقام همه امورش مع الامام المهدی روحی له الفداست، دیگه چه غمی دارد؟ او درک کرده زمان ظهور رو. آقا آقا بس هست. اشاره فرمود امام عسکری بر او اقرا، بخوان این آیه رو. فبدا بهذه الآیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، به دنیا آمد حضرت این آیه رو خون، اراده کردیم بر مستضعفین روی زمین، ان نجعلهم ائمه، اونا رو ائمه قرار بدیم، امامت به جعل، و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض، به اینا تمکین بدیم رو زمین، و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. به به، جان عالم به فدای تو آقا. دلت هست این چند جمله رو بگم؟ آیون اگر نشناسیم به اون خدا، به این حسینیه، وقتی تشریف میاره صبح جمعه، اول ندایی که از مکه بلند میشود، مردم مردم، این شخص، این شخص، وجود اقدس امام زمان، این مهدی امت، همون منتظر است. همه اندازه معرفت به سمت او میگروند. یسند ظهره الی الکعبه، پشت خود رو به کعبه میدهد، صدا میزند آی مردم، و این دست رو بلند میکند، یورا بیضا من غیر سو، این دست ملکوتی نور میدهد بدون سو، ندا میکند هاذهی من الله، این دست از خداست و به امر الله و به امر خداست. ها، و ان الله، از خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، بیعت میکنند. ها ها، اندازه معرفتی که افراد دارند در همین اصل غیبت اونجا بیعت میکنند. آفتاب که بالا میاد، شیطان از وادی یابس فلسطین صدا میزنه، مردم طلع، خدای شما طلوع کرده از اون سرزمین. خیلی ها که بیعت کردن ول میکنن میرن اونجا، میگن خدا ظهور کرده از اونجا.
وقتی بیعت معرفت کم باشه، اگر کمل در معرفت نباشن اونجا بر میگردن، بیعت کرده بر میگرده. حتی بعضی از 313 نفر اون معرفت باید در عصر غیبت تکمیل بشود و الا عصر ظهور و حضور حضرت هم بیراهه می رود، به صدای شیاطین می روند. اگر الان اینجا به صدای شیاطین برود، ها، دست بیعت بر هر شیطانی بدهد، اونجا هم بیراهه می رود. اینجا باید تکمیل بشود، اینجا باید برسد به مقام معرفت. بس است مولای من. آقا وقتی که اون زهر مبارک و اسناد بر اون دیوار کعبه می دهد، یه صدای دیگری هم می زند. حسین جان، انا المهدی مردم، من مهدیم، الا اهل العالم، ای اهل عالم دنیا بدانید، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، جدم حسین و با لب تشنه کشتن و سحقوه، او رو سحقش کردن زیر سم ستوران. عریانا بدن برهنه، یه جمله بگم مولای من، اثر العطش فی عینه، عطش در چشمان امام مومن اثر گذاشته باشه. به هی خلا یرا مولای من، نمیدونم کدوم عطش رو اشاره فرمودی، ابن الحسن چنان عطش رو چشمان آقا اثر گذاشته بود، یرا بین السماء والارض خانا، بین زمین و آسمان دیگه دود میدی، یا باب دلم، نمیدونم کدوم عطشی، حاضری بگم، اثر العطش فی لسان، عطش رو زبانش اثر گذاشته بود، به هی تارک الخشبت الیابس، زبان مثل چوب خوش، یا باب دلم. همین جمله رو برای علی اکبرش بگم، همین زبان خوشگو در دوان اکبرش گذار، یعنی بابا ببین منم از جانا، یا الله یا الله، و اثر العطش فی جوفه، عطش بیان امعا و احشاش اثر گذاشته بود، حبیبی حسین، به حید یدخل الغبار فی فی، غبار در دهان مبارک میرم امام زمان، یدخل فی جوفه وارد امعا و احشاش، یا الله، اما بیرون میومد کمان، لحظه یا غرششو صدا می زید، ازغانی شربتم من الما، فوالا لشفت شبدی من الما. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.